بسم الله الرحمن الرحیم عرض و سلام و احترام خدمت یکایی که شما دوستان عزیز بنده محمد رضا منتظر قائم هستم دانشوی دکترای مدیریت بازرگانی و فعال در حوزه های مربوط به برندینگ و برندسازی شخصی خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم با آموزش مجموعی آشنایی با سیستم باشگاه مشتریان امیدوارم که بتونیم در کنار هم لحظات بسیار خوبی را داشته باشیم همیشه وقتی که میخواید توی هر حوزه علمی وارد بشید یا تو هر حوزه بیزینسی وارد بشید سه تا سوال رو جواب بدید یک اون علم اون موضوع اون حوزه کسب و کار چیه چیستیش رو بپرسید سوال دوم چراییش رو بپرسید و سوال سوم چگونگیش میخوایم برسیم سراغ سوال اول باشگاه مشتریان چیه مثلا منظور و مفهوممون از باشگاه مشتریان چیه توی یه تعریف عامی ما باشگاه مشتریان رو به صورت یه مجموعه یه سری سلسله تصمیم ها که بر مبنای یه سری اصول ریاضی پیشنهادی علمی و یا رفتاری هست رو بهش میگیم باشگاه مشتریان شما وقتی که یک مجموعه ای داری یک سازمانی داری طبیعتا بایستی در قبال مشتری های خودت بیایی راهکاری یه روشی یه مسئله ای رو پیاده سازی بکنی حالا تو سازمانه کوچیک ممکنه که این مجموعه منظم یکم حجمش کوچیکتر باشه تو سازمان های بزرگتر طبیعتا بزرگتر اما به صورت کلی شما با سی نکته رو نظرت باش اونم اینه که ما مجموعه سازمانیمون که حالا تشکیل شده از یه سری راه و روش هایی که یا بر مبنای ریاضی منظورمون از ریاضی مالی ها 1000 تومان بخری 200 تومان بره تو کارتت به ده هزار تومن که رسیدی اینقدر تخفیف این یه سری فرمول ریاضیه یا مثلا میخوایم ترغیب بکنیم به یک رفتاری اگر مثلا بیای تو لایو ما شرکت بکنی انقدر امتیاز میگیری انقدر توی کارت هواداریت میاد پس یه سری ما مجموعه هایی داریم که این مجموعه ها و سازمان ها یه سری سناریو دارند این سناریوهاشون یا ریاضیاتیه یا رفتاریه یا ترکیبی از این دوتاست که هدفش چیه؟ هدف اینه ای که ما بتونیم مشتری خودمون رو وفادار بکنیم پس شما وقتی که اسم باشگاه مشتریان اومد توی ذهنت همیشه این باشه که هدف و پلن آخری که ما توی باشگاه مشتریان راجبش تصمیم گیری میکنیم و میخوایم راجبش برنامه ریزی بکنیم چیه؟ اینه که ما بتونیم مشتری خودمون رو وفادار بکنیم این قایت قایت تمام برند ها توی دنیاست. شما به میزان خیلی کمی اگر بتونی وفاداری مشتریت رو ببری بالا تا 20 25 30 حتی حتی توی بعضی کسب و کارها تا 90 درصد شما فروشت رو میبری بالا چجوری ما میتونیم این سناریوها رو پیاده سازی بکنیم نیاز به یه سری ابزار داری حالا این ابزارها یا سخت افزاریه یا نرم افزاریه اینی که من میگم یا میتونه ترکیب جفتش هم باشه یعنی هم سخت افزار باشه هم نرمافزار که از اتفاق بیشتر برند همینه سخت افزار و نرم افزار تو امانه بنابراین شما وقتی که به این پکیج مطالبی که بهتون گفتم دقت بکنی متوجه میشی ما باشگاه مشتریان رو هندازی میکنی تا مشتریمون رو به خودمون وفادار بکنی حالا اینکه سناریوهاش این وسط به چه شکل باشه از چه طریقی اجرا بشه اون دیگه دست خودمون حالا سوال پیش میاد باشگاه مشتریان تئوری اجرایی عملیه ببین یه قسمتی از باشگاه مشتریان مباحث تئوریه نه اینکه بگم درس و دروس دانشگاه رو میاری توی باشگاه مشتریان پیاده میکنی نه منظور به اینه که تو با یه بشینی یه سری راهکار بنویسی از بین اونها یه سریش رو انتخاب بکنی یه سریش رو مثلا بذاری برای دفعات بعد بر. به این قسمتی که شما میای کارهای تئوری رو انجام میدی میگن علم حالا اون علم را رو، اون روشی که داری برای باشگاه مشتریان پیاده میکنی را وقتی به مرحله اجرا رسوندیش دیگه اون علم تبدیل میشه به یک فن به یک حرفه بریم یکم تاریخچه بخونیم ببینیم که باشگاه مشتریان اصلا از کی ایجاد شد حدود 200 سال پیش توی یک رستورانی در آمریکا به روشی کاملا سنتی یه مدلی رو پیاده کرد چجوری بود مدلش خیلی جالب بود میگفت که تو اگر اومدی توی رستوران من یه پرس غذا خوردی من یک پلاک مسی بهت میدم مثل مثلا این کارت جایزه ها هست یا چیزای شکل این یه پلاکی بهت میدم این پلاک ها رو جمع بکن هر موقع رسیدی به دهتا این دهتا رو بیار به من تحویل بده من بهت یک غذای رایگان میدم پلن خیلی ساده خیلی شفاف و از اتفاق کاربردی همین الانت همین الان توی کسب و کارت ببین اصلا همچین متدی رو میتونی پیاده بکنی چقدر ساده و در عین حال کاربردی مونتا رستوران تو حوزه برندسازی ماهیتا میتونه این کار رو انجام بده اونم نه هر رستورانی معمولا رستوران های لوکس این کار رو انجام نمیدن یعنی اصلا نمیبرن سمت غذای رایگان اگر برندت لوکسه اگر بر یک برندی داری که تو حوزه لوکس داره کار میکنه بیشتر ببر سمت تجربه خوب حس خوب اگر نه یک برند اکونومی هستی برند اقتصادی هستی خیلی مخاطب ها مخاطب هایی نیستن که حاضر باشن پول آنچنانی پرداخت بکنن آره سیستم رایگان از اتفاق جوابه همین کاری که این رستوران انجام ده. خب حالا میخوایم بررسی بکنیم که این های مدل راجب باشگاه صحبت میکنه خب چه دسته بندی هایی داره اولین مدلش بر اساس سقف ما یه سری باشگاه ها رو داریم اینها محدودن یعنی شما مثلا میتونی 100 تا عضو داخلش بگیری یه نمونهش رو بگم مثلا ما یه همایشی میخوایم برگزار بکنیم از اون طرف یک دوره آموزشی هم داریم میگم عنوان میکنی میگیم 200 نفر یا 100 نفر 50 نفر بستگی داره به اون سقف مد نظرمون اون تعدادی که مد نظرمون اعلام میکنیم میگیم دیویس نفری که اولین بار دیویس نفر اول که اومدن و پکیج ما رو خریداری کردن اینها توی اون همایش به صورت رایگان میتونن بیان این میشه سقف عضویت حالا یه سری از کسب و کارها هست حالت لوکس داره اینها برای اینکه لول خودشون رو مشخص بکنن تعداد باشگاه مشتریانشون رو کم میکنن یا برای شرایط میذارن مثلا میگن کسی اگر میخواد وارد دیته باشگاه مشتریان ما بشه باید یه سری شرایط رو داشته باشه پس این میشه بر اساس سقف عضویت تقسیم میشه به محدود یا نامحدود یه سری برندها باشگاه مشتریانشون نامحدوده یه سری برندها باشگاه مشتریانشون محدوده مورد دوم نوع عضویته همون جوری که ما برای سقف میومدیم یه سری شرایط میذاشتیم کلا ورود به یه سری از باشگاه ها نیازمنده خرید از اون مجموعه است یا رسیدن به یک سقفی از خریده یه سری باشگاه ها هستن که نه شما به محض اینکه اولین ارتباط رو با اون مجموعه بگیری عضو میشی اگر باشگاه شرط داشت خب میشه یک عضویت مشروط اگر شرط نداشت میشه یک عضویت معمول بنابراین ما بر مبنای نوع عضویت هم دستبندی رو انجام میدیم و اما نوع سوم چیه بر اساس اون ماهیت باشگاه مشتریانه تقسیم میشه به دو مدل بر راجبش توضیح میدم یک مستقل دو تعاملی باشگاه مشتریان مستقل یعنی چی یعنی اینکه شما به عنوان یک صاحب شرکت یک صاحب برند این اختیار رو برای خودت قائلی که من نمیخوام با هیچ برند دیگه همکاری بکنم من باشگاه مشتریانم یک باشگاه مشتریان خاصه ماهیتش ماهیت مستقله نیازی هم نمیبینم که با جای دیگه ای ارتباط بگیرم همکاری بکنم در مقابل این باشگاه های مستقل کیا هستند؟ باشگاه هایی که حالت تعاملی دارن من به عنوان یه شرکت مثلا یک باشگاه ورزشی دارم میگم کسایی که عضو باشگاه مشتریان من شدند من تعامل دارم مثلا با فلان استخر ماهیت باشگاه من ماهیت تعاملیه اینجا چه داستانی پیش میاد میگم هر کسی که عضو باشگاه مشتریان من شد میتونه با یک درصد تخفیفی یا با یک کد تخفیفی یا با یک قیمت کمتری یا با یک خدمات خاصی بره و از اون استخر یا حالا مثلا رستوران یا یک فروشگاهی استفاده بکنه وقتی که شما ماهیت باشگاه مشتریانتون ماهیت تعاملی باشه یعنی مثلا یه برندی این نقطه قرار داره یه برند دیگه یه نقطه دیگه شما این دوتا برند رو به هم پیوند بدی این میشه ای باشگاه مشتریان یعنی تعاملی توی باشگاه مشتریان یعنی تعاملی البته این مباحث میشه مباحث برندینگ اما یه نکته خیلی مهمه باید دقت بکنی به اون برندی که میخوای باهاش تعامل بکنی اگر اون برندی که میخوای باهاش تعامل بکنی از تو پایین تر باشه حالا نه اینکه بگم دقیقا هم سطح باشه ولی اگر خیلی پایین تر باشه جوری که مخاطب اینو حس بکنه به برند تو لطمه میخوره نه برند اون اما بالعکس اگر رفتی با یک برندی که از سطح خودت بالاتره مخاطب با خودش میگه آها ببین این چه برند خوبیه این چه ماهیت درستی داره که تونسته با اون برند معروف تعامل بکنه و من بتونم از اون استفاده بکنم پس خیلی مهمه که تو با کی میخوای این تعامل رو ایجاد بکنی بریم سراغ یک مفهومی اسم اساس باشگاه مشتریان یعنی چی اساس باشگاه مشتریان خیلی ساده بهت بگم باشگاه مشتریان رو ما برای چی درست میکنیم طبیعتا گفتیم تو اسلاید های اول وفاداری مخاطب وفاداری مخاطب ارقی که مخاطب به برند پیدا میکنه ثمره چیه ثمره اعتمادیه که به ما داره ثمره اون مجموع کارهایی که ما تو باشگاه مشتریان میخوایم انجام بدیم نتیجهش چیه نتیجهش خرید دوباره است مشتری اگر خودش یا اطرافیانش رو راضی به خرید دوباره از برند شما بکنه دیگه اون مشتری به احتمال خیلی زیاد وفاداره و مشتری وفادار چند تا حسن داره اولین حسن یک باشگاه مشتریان و یک سیستم مخاطب سازی و وفادار سازی قوی اینه که مخاطبای تو دیگه راجع به تو حاضر نیستن اخبار منفی رو گوش بدن یک دو راجع به برند تبلیغ میکنن حالا سوال اینه ما این همه راجع به طرح و چیزا صحبت کردیم جایگاه کیفیت و قیمت چیه یه چیز خوب دقت بکن قیمت و کیفیت یه مباحث حل شده است تو قیمت و کیفیت اگر با هم سازگار نباشه یعنی چی سازگار نباشه یعنی هر کدوم از اینها یه سازی بزنه کیفیتت انقدر بده که حتی مفت هم فایده نداره و تو میای قیمت بالا انجام میده خب مخاطب معلومه که پس میزنه دلعکس کیفیتت فوق العاده بالاه قیمتت خیلی پایینه مشتری به شک میکنه پس تو اول کار یه رابطه درستی بین قیمت و کیفیتت ایجاد بکنی اما حرف من یه چیز دیگه است تو بازار امروز تو شرایط امروز قیمت و کیفیت دیگه جزو های رقابتی نیست تو باعث اینها رو حل بکنی توی بازار امروز داستان سر اینه که کدوم برند به من ارزش بیشتری میده کدوم برند میتونه با من یک رابطه بلند مدت ایجاد بکنه مشتری جذب برندی میشه که بتونه حسش رو بتونه نیازش رو درک بکنه شما اگر تونست یک سیستمی رو ایجاد بکنی که توی اون سیستم مخاطب و مشتری بتونه خیلی راحت باهات درد و دل بکنه نمیگم مشتری تلفن رو برداره تو بشینی به تمام مشکلات زندگیش گوش بکنی نه منظور یه چیز دیگه هست تو محصولت یه عیبی داره یه خطایی داره یه موقع هست مشتری بهت میگه که خب ولش کن اصلا بهش نمیگم دیگه ازش خرید نمیکنم از اتفاق این بدتره مشتری رو قدرش رو بدون که زنگ میزنه بهت نقد میکنه میگه آقای فلانی خانم فلانی من از محصول یا خدمت شما استفاده کردم استفاده ای که از این محصول کردم خوب بوده ها اما یکی دو تا قسمتش مشکل داره مثلا توی کیفیتش یا قیمتش جای بهبود داره توی نوع ارائه شما میتونی بهتر کار بکنی بسته بندیش میتونی شیکتر بکنی اگر ببینه اون مخاطب که شما به حرفش گوش میدی براش اهمیت قائلی حتی بعد رابطه بلند مدت باهاش ایجاد بکنی یعنی زنگ بزنی بگی آقای فلانی ممنون از این یا خانم فلانی ممنون از این که به ما فیدبک دادی ما تو راستای فیدبک شما و جمعی از بقیه مخاطبان که همچین فیدبکی رو دادن تصمیم گرفتیم یه تغییراتی رو انجام بدیم خوشحال میشم که شما نظرتون رو بگید چقدر واقعا برای سازمانت خرج داره همچین عنوان کردنی چقدر واقعا تو به زحمت میافتی تو همچین چیزی رو عنوان بکنی و بعد ببین چقدر اون مخاطب برای تو مشتری جذب میکنه هر جا که میشینه میگه آره ببین فلان برندی که من ازش خرید کردم انقدر خوب بود انقدر تو رابطش قدرتمند بود انقدر به من احترام گذاشت که منو دعوت کرد توی تیمش این وسته بندی که الان شما میبینی نظر منه اون شخص کیف میکنه با این تعاملی که شما باهاش برقرار کرده خب این میشه ماهیت و اساس باشگاه مشتریان یعنی اینکه باشگاه مشتریان چی هست رسیدیم به سوال دوم با ما چیستی رو توضیح دادیم حالا چرایی چیه همین بحثی که توضیح دادم ما توی علم بایستی چیستی و چرایی و چگونگی رو بررسی بکنیم چیستی رو تا حدودی فکر میکنم متوجه شدید که اصلا باشگاه مشتریان چیه میخوام راجع به چرایی صحبت بکنم این همه ما راجع به باشگاه مشتریان صحبت کردیم گفتیم چی هست خب اوکی منو قانع بکن که چرا بایستی توی سازمانم من باشگاه مشتریان داشته باشم چرا من بایستی مثلا به فلانی یک هزینه ای رو پرداخت بکنم برای اینکه بیاد باشگاه مشتریان من راه اندازی بکنه چرا من باید سی نفر رو بذارم کنار سازمانم اضافه چرا من باید سی هزینه ای رو پرداخت بکنم چند تا حسن خیلی بزرگ داره اولین حسنی که باشگاه مشتریان برای یک سازمان ایجاد میکنه هدفمندیه هدفمندی یعنی چی؟ هدفمندی یعنی این که من به عنوان مدیر یک سازمانی یا به عنوان مشاور یک سازمانی با باشگاه مشتریان کاری بکنم که هم مدیرم هم سرمایه گذارم هم پرسنلم هم, هم مشتریهام هام بدونن که این مجموعه یه سری ساختار داره وقتی که متوجه بشن که یه ساختاری داره خب طبیعتا اعضای اون سازمان هم حرکت میکنن به سمت اینکه هدفمند بشن اصلا چی بهتر از این که من به عنوان مدیر یک سازمانی بدونم میزان خرید مخاطبای من مشتریهای من توی طول ماه هم افزایش پیدا کرده هم به صورت منظم شده میدونم خیالم راحته که من ماهی مثلا یک میلیارد تومن فروش دارم خب وقتی که این خاطر جمعی پیش بیاد چه حسنی داره من مدیر ذهنم آزاد میشه میگم من دق چیز دیگه ای رو ندارم من اون حد اقل فروشی که باید را ایجاد کردم حالا که اون حد اقل را ایجاد کردم میتونم با خیال راحت تر بشینم روی برنامه توسعه خودم کار بکنم وقتی که به یه همچین مسیر یا به همچین خط فکری بری جلو احتمال خیلی زیاد ساختار سازمانیت هم هدفمند میشه یعنی تمام اون فلسفه درونی سازمانت میشه به عنوان یک کل یک پارچه یه سری آدم یه سری سیستم برای اینکه توی یک مسیر حرکت بکنه این میشه یه سازمان هدفمند یه سازمانی که بسیار بسیار داره توی مسیر درست و با سرعت مناسب نمیگم بالا پس وقتی همچین سازمانی رو ما بتونیم ایجاد بکنیم ناخداگاه مشتری ما هم میدونه که بایستی بیاد هدفمند بشه نه اینکه بریم بهش بگیم آقا تو رو خدا هدفمند شو نه منظور اینه که مشتری ما میدونه که دیگه بایستی تمام مثلا خریدهای مورد نیازش رو توی شاخه محصولات خدمات ما از ما انجام بده هم تعداد خریدهاش رو میبره بالا این تعداد دفعاتش رو هم حجمش رو مورد دوم که خیلی مهمه بی اندازه مهمه جزو مهمترین قسمت هاست بحث صرف های مالی شما ما وقتی که میخوای یه تبلیغی رو انجام بدی بستگی به اون رسانه که میخوای کار رو انجام بدی هزینه های مختلفی رو داری انجام بدی توی دو سه تا مجموعه تو حوزه های مختلف یک فیدبکی به من دادن فیدبک مشترکی بود نه اینکه ما هزینه که برای تبلیغاتمون میکردیم به نسبت هزینه که حالا برای راه اندازی باشگاه و مشاوره و تمام هزینه ها بود خیلی بیشتر بود هزینه تبلیغات اما فیدبکی که ما از باشگاه مشتریان گرفتیم میزان فروش ما خیلی توی اون بازه که باشگاه را پیاده سازی کردیم تغییر کرده بود خیلی بیشتر شده بود این نکته مهمیه ها شما اگر بتونی باشگاه مشتریانت راه اندازی بکنی یکی از فوایدش صرفه جویی مالیه تو صرفه جویی مالی ما خیلی تو تبلیغاتمون میتونیم صرفه جویی بکنیم بذار اینجوری بهت بگم ماهیت تبلیغات اینه که من برم مشتری جدید اضافه بکنم ماهیت باشگاه مشتری ها اینه که من مشتری جدید نمیخوام نکه نه ما اولویت اول اولویت اصلی من اینه که مشتری هایی که دارم را بدارم خوب بدارم وقتی که شما بتونی این کار را انجام بدی ناخداگاه منجر به کاهش از تبلیغات میشه چرا؟ به تمام دلیلش میگم یک مشتری که راضی باشه هشت نفر از اطرافیان خودش رو مجاب به خرید از برند تو میکنه به صورت میانگی نه در لحظه و فوریا توی بازه شاید طولانی مدت حتی به شرطی که راضی باشه ازت راضی بودن هم به این نیست که بیاد محصول ازت بخره خراب نشه نه محصول که ازت میخره هیچ حس کیفیت خوب که بهش میدی هیچ قیمت متناسب با اون کیفیت که میدی هیچ اینها باید مشتری ازت راضیه که حس خوبی ازت بگیره این حس خوب ما تو باشگاه مشتریان باید ایجاد بکنیم پس ما اگر بریم رو حوزه باشگاه مشتریان فقط کافی مشتری های را رو خوب بداریم حسن شیه چه مزیتی برای سازمان من داره؟ بدون اینکه من میخوام تبلیغ بکنم هشت مشتری جدید ایجاد میشه بر حالا بالعکس اگه حواسم به مشتری های فعلی نباشه کارشون نداشته باشم دیگه اگه کیفیت قیمت هم که خوب نباشه که دیگه هیچ اون مشتری های ناراضی 22 نفر را نسبت به برند من منزجر میکنند متنفر میکنه. اگه بگن نه رو نه اینقدر پشت برند بد میگن حتی از خودشون یه سری داستان سرایی ها میکنند که برندت رو بکوبن اینه که انقدر ما تمرکز میگیم برند ها و شرکت ها بذارن برای باشگاه مشتریان دقیقا همینه خوب کار بکنی هر یه مشتری هشت مشتری میاره بعد کار بکنی هر یه مشتری 22 تا مشتری میپرونه برای همینه که هزینه ی تبلیغات با راه اندازی یه باشگاه مشتری خوب کم میشه حسن سوم چیه؟ از نظر من مهمترین جزء باشگاه مشتریان سیستم صدای مشتریه حالا اگر این سیستم صدای مشتری فعال باشه میشه جزء فوایدش سیستم صدای مشتری چیه ببین مشتری خوبه مشتری جذابه که تو رو نقد بکنه اگر سازمانی داری که مشتریت میاد نقدت میکنه اصلا خورده به دل نگیری ها. مشتری که تو رو نقد میکنه دلسوزته کاری به تخریب ندارم و نقد با تخریب فرق داره یه سری آدم ها هستند اینها میان تخریب میکنند حتی تو تخریب کردن اونها اگر یک حرف منطقی میبینی لحاظش بکن و مشتری از اون نقاده بهتره که بهت پیشنهاد بده تو باشگاه مشتریان خوبی داشته باش مطمئن باش مشتری ها خودشون نقد میکنند خودشون هم پیشنهاد میدن بعد یه کار خیلی خوبی میتونی اینجا بکنی با مخاطبایی که ازت نقد میکنن یا بهت پیشنهاد میدن بیا باهاشون ارتباط بگیر آقا نه ترس از ارتباط گرفتن مشتری بهت میگه اگر بیای این بسته بندی اینطوری بکنی خیلی بهتره به نظر من نگو خب حالا اینم یه چیزی گفت اصلا خبر نداره بررسیش کن یا رد میشه به یه سری دلایلی یا واقعا جای فکر داره هر کدوم از اینها اتفاق افتاد چه بسته بندید تغییر کرد چه نکرد به گوش مخاطبت برسون بگو آقای فلانی نقد شما رو شنیدیم پیشنهادتون رو هم شنیدیم بردیم توی کمیته‌ای که توی کارخونه هست توی شرکت هست این پیشنهاد به این سه دلیل رأی نیاورد ولی مطمئنا ما اینو جزو طرحمون میذاریم که اگر تونستیم این موانع رو برطرف بکنیم اجراش بکنیم یا نه این پیشنهادی که شما دادید مورد موافقت قرار گرفت ما یه تست اولیه میزنیم مثلا اون بسته بندی رو برای شما ارسال میکنیم شما نظرت رو بگو یه سوال از خودت همین الان خودت رو بذار جای اون مشتری کیف نمیکنی با این برند واقعا از ته دلت کیف نمیکنی با اون برند تمام جونت رو نمیذاری برای اون برند حس ارزشمندی که من اینجا آوردم هیچ تو خودت رو جزو از برند میدونی اگر همچین رفتاری رو از برند ببینیم این همه هزینه ی آدم های مختلف و آموزش های مختلف و من برم کیو بیارم و کیو بیارم بتونه با مشتری حرف بزنه آقا جان اول کار بیا این آموزش ها رو بهش بده واقعا بیا این آموزش ها رو بهش بده سیستم انتقاد ها گذاشتی یه تلفن گویاییه که اون تلفن گویا مخاطب وقتی که همچین چیزی رو میشنوه اصلا میره توی فضای دیگه ای این خب اینم از اون بپیچوناست اصلا کاری به من نداره حالا اگر تلفن گویام گذاشی ایرادی نداره ها ولی بعدش یک نفر یک کارشناسی زنگ بزنه بهش بگه ممنون از این که شما به ما توجه میکنی تو به من توجه کردی که الان داری من نقد میکنی اینو ما بایستی بفهمی اینو بایستی متوجهش بشی وقتی که اینها اتفاق افتاد ما یک قسمتی داریم برای برندمون یک اتفاقی رو بایستی انجام بدیم تحت عنوان نظرسنجی چجوری میتونید بفهمی که مشتریت چقدر راضی بوده چقدر ناراضی بوده تو باید سی نظرسنجی براشون ارسال بکنی کی نظرسنجی ها رو وقت میذاره تکمیل بکنه همون مشتری هایی که تو داری به سادگی ازشون عبور میکنه مشتری وفادار تو میاد توی نظرسنجی شرکت میکنه فکر میکنی هر کسی توی نظرسنجی های تو شرکت میکنه خواهشان سیستم صدای مشتری رو توی سازمانتون فعال بکنید از گذاشتن این سیستم توی سازمانتون نه تنها ضرر نمیکنی که رشد و توسعه هم فروشت هم برند تضمین شده با من حرف توی کتاب و توی مجله و توی مقاله نیست حرف دل بازاره حسن چهارمی که راه اندازی درست باشگاه مشتریان داره اینه که شما میتونی رفتار مشتری رو رصد بکنی الان بازار بازار دیتا هاست بازار تکنولوژی جدیدترین تکنولوژی 5G نمیخوام راجع به مزایا و معایب و محاسن و چیزی راجع به 5G نمیخوام صحبت بکنم یه دنیا یا خودش یه دوره کامل 5G اینکه چقدر میتونه برای آینده بشر خطرناک باشه یا چه استفاده هایی میشه ازش کرد اینها همه سر جای خودش درست اما تمام برند های بزرگ توی دنیا دارن روی باشگاه مشتریانشون کار میکنند تا برسن به یک بیگ دیتا آمازون از کجا به شما پیشنهاد خرید میده برند های بزرگ دنیا مثلا همین اینستاگرام وقتی شما ورود پیدا میکنی به اینستاگرام میرید تو صفحه اکسپلور اون از کجا صفحه اکسپلور تو رو شکل میده شانسینگ کار میکنه قطعا نداره از دیتا ها استفاده میکنه داره هوش مصنوعیش رو به کار میبره تا بتونه رفتار تو رو بررسی بکنه میگه خب مثلا منتظر تو حوزه های برند و برند شخصی و آموزش و این چیزا داره کار میکنه بذار من توی اکسپلورش همین مطالب رو بیارم که براش جذاب باشه وقت بیشتری رو توی اینستاگرام بگذرونه مثلا میگه فلانی توی حوزه آشپزی خورده خوراک و این چیزا خیلی اهمیت داره بزا من فلان آشپز ترکیه رو بیارم براش که داره بلاگری میکنه کیف بکنه بنابراین تمام ماها تحت رصد برندهاییم بخوایم ما نخواهیم و با استفاده از همین طرحهای باشگاه مشتریانه که شما میتونید ها بذارید میتونی طرحهای بذاری. اختصاصی بذاری شما اگر بدونی که مخاطبت چی میخواد خیلی راحت میتونی در واقع طرح اختصاصی براش بذاری طرح اختصاصی یعنی چی یعنی الان دیگه بازارها این نیست که تو یه محصول رو تولید بکنی منتظر باشی خب من حالا یه محصول رو تولید میکنم منتظر میمونم ببینم محصولم فروش میره یا نه این محصولی که من تولید کردم و کیا میخرن اصلا میخرن یا نمیخرن نه الان بازار سمت اینه که من برم بومی سازی بکنم یعنی چی یعنی به ازای هر یک نفر من محصول منحصر به فرد تولید بکنم راجع به تمام محصولات نمیشه قبول دارم راجع به اونایی که میشه میشه این کارو کرد بنابراین این شما اگر باشگاه مشتریان داشته باشی دیتای بزرگی داری اگر بیگ دیتا داشته باشی تکنولوژی 5G رو داری و در کنارش میتونی ازش استفاده بکنی وقتی دسترسی به همچین تکنولوژی داشته باشی و ازش استفاده بکنی میتونی طرحهای اختصاصی بذاری طرحهای اختصاصی منجر به چی میشه منجر به رضایت مشتری رضایت مشتری منجر به چی میشه افزایش خرید مشارکت توی نظرسنجی ها و هزار تا دیگه مورد پنجم تبلیغات دهن به دهنه همون چیزی که خیلی از برندها ادعا دارند که ما میخوایم این کار انجام بدیم ولی وقتی که میری توی اونها بررسیشو میکنی نه انگار اصلا هدفی تو اینا نیست اصلا برنامه ای ندارن بعد میری, میری که خب کاری نمیکنیم ولی دوست داریم این اتفاق بیفته خب راه حل رو بهت میگم باشگاه مشتریت راه اندازی کن همین یکی دو تا اسلاید قبل راجع به صحبت کردیم قطعا توی عصر جدید حتی توی زمان قدیم مؤثر ترین روش تبلیغات تبلیغات دهن به دهن چرا خودت الان خودت نگاه بکن یه تبلیغ توی تلویزیون میبینی میگه بیا ماست فلانه رو بخر از اون طرف دوستتو میدونی که خیلی ذائقه شبیه تو اون بهت یک ماستی رو معرفی میکنه کدومش میری بخری طبیعتا میری اونی که دوستت معرفی کرد چرا چون معتقدی که اون دوستت از معرفی اون ماست نفعی نمیبره و چون نفعی نمیبره تو به حرفش بیشتر اعتماد داری چون میگه خب اون نفعی نمیبره داره گزینه خوب رو معرفی میکنه در صورتی که تبلیغات میدونی پشتش یه برند داره بر خودش تبلیغ میکنه پس این یکی از محاسنیه که شما بایستی حتما توی کارت لحاظ بکنی با استفاده از روش باشگاه مشتریان مورد دیگه وقتی که تو بتونی باشگاه مشترک راه اندازی بکنی یه تیمی داری که اون تیم از تو حقوق دریافت نمیکنن اما دارن تبلیغت میکنن خب اینجا میشه چی میشه همون حرف دوستت طبیعتا این افراد اگه برن تبلیغ تو رو بکنن خیلی موثرتر از اینه که خودت بری تبلیغ خودت رو بکنی گروه مرجع غیر انتفاعی توش نفعی نیست انتفاعی نیست توش مخاطب داره دلی این کارو میکنه خیلی این نکات مهمه خیلی ریزکاری داره اگر به این مباحث اهمیت بدی مطمئن باش برندت شکل میگیره این هم نیست که فکر کنی حالا من یک ماه دو ماه سه ماه میتونم برندم رو شکل بدم نه از, از این فکر رو بیرون برند تو حداقل یک سال زمان میبره شاکلش شکل بگیره و تا آخر عمر بایستی ازش نگهداری بکنی برند شخصی هم همینه برند شخصی تو طول میکشه تا ساخته بشه وقتی که این اتفاقات افتاد پکیج این اتفاقات رخ داد تو متوجه میشی که ابری بری من تبلیغات نکردم و اینقدر مشتری در اضافه میشه کاهش هزینه است تو بدونی که تبلیغ بکنی داری مشتری جذب میکنی چی بهتر از این چی با کیفیت تر از این مورد ششم وقتی مشتری وفادار بشه وقتی مشتری تبلیغ دهن به دهن انجام بده وقتی مشتری خودش مبلغ تو باشه وقتی مشتری مشتری دیگه رو هم حتی وفادار بکنه همه اینها باعث چی میشه؟ یه چرخه است. تو مشتریت که وفادار بکنی اون خودش مبلغ تو میشه. مشتری جدید ایجاد میکنه. مشتری جدید که ایجاد شد یعنی چی؟ یعنی اونها میخوان خریدی بکنن دیگه. پس سهم فروش افزایش پیدا میکنه. وقتی سهم فروش یه مجموعه یه برندی افزایش پیدا میکنه یعنی سهم بازارش افزایش پیدا کرده. سهم بازار که افزایش پیدا بکنی یعنی تو داری توی مسیر رهبر بازار شدن حرکت میکنی به خدا دونستن ریزه کاری هایی که توی بازار کسب و کار هست واقعا چیز دشواری نیست اما اجرا کردنش مهمه باشگاه مشتریان راه اندازی میکنی انتظار داری فردا برات مشتری بیار عزیز دل من ممکنه چند سال پای این آب بایسی بریزی درخت بامبو تا پنج سال پای این درخت آب بایسی بریزی یک میلیمتر تکون نمیخوره سال پنجم سی متر رشد میکنه ارتفاع میگیره